37 سال پس از بحران گروگانگیری می‌بینیم که ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند که می‌توان این تحول را به عنوان گشایش دوران جدیدی در روابط دو کشور دانست. با استفان کینزر، نویسنده و خبرنگار پیشین نیویورک تایمز صحبت کردیم و از او پرسیدیم که سایه بحران گروگانگیری چطور بر آینده مناسبات میان دو کشور و همطور میزان اعتماد بین آنها تأثیر خواهد داشت. ایالات متحده و ایران درک کاملا متفاوتی از تاریخ روابط میان خود دارند. برای بسیاری از ایرانیان سال 1332 آن لحظه حیاتی و تعیین کننده در این روابط بود، یعنی هنگامی که ایالات متحده در کودتایی شرکت کرد که منجر به سرنگونی نخست وزیر مصدق و پایان دموکراسی در ایران شد. ولی آمریکایی‌ها داستان را این گونه نمی‌بینند. ما بحران گروگانگیری را به عنوان آن لحظه تعیین کننده در رابطه‌مان با ایران می‌بینیم. تا سال‌ها بحران ما را فلج کرده بود و به طور کامل به دشمنی ما نسبت به ایران شکل داد. احتمالاً ما اکنون در حال شکستن و بیرون آمدن از آن حالت فلجی هستیم. رویه حاکم بر توافق اتمی نشان می‌دهد که احتمالاً اکنون داریم از دوران پس از بحران گروگانگیری خارج می‌شویم.